اگه اهل فوتبال باشین احتمالاً این سوال براتون پیش اومد که میسن گرین‌وود کجاست؟ این بازیکن اهل انگلیس یکی از جوانهای آینده دار دنیای فوتبال بود که به نظر می رسید اتفاقاتی که براش افتادن ضربه سختی هم به زندگی شخصی و هم به فوتبالش وارد کردن. تو این قسمت قراره یه نگاه کوتاه به قضایایی که گرین‌وود داشته باشیم، اما قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. میسن گرین‌وود تو برادفورد که یک ساعت با اولترافورد فاصله داره به دنیا اومد. تو سن 5 سالگی اون برای باشگاه محلیشون بازی میکرد و حدود 2 سال بعد و تو سال 2007 به آکادمی منچستر یونایتد پیوست. این جوان آینده دار به خاطر عملکرد کم نظیر با هر دو پاش و سرعت بالاش خیلی مشهور شد. تو سنین پایه رشته های ورزشی مختلفی رو امتحان کرد و خیلی از رکوردهای اون رشته ها رو هم جابجا کرد. مثلا رکورد 200 متر تو رده های پایه رو شکست. گرین‌وود میتونست تو رشته های دیگه هم فعالیت کنه و حتی قهرمان المپیک باشه، ولی ترجیح داد وارد فوتبال بشه. تو سن 16 سالگی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، جوری که تو تیم زیر 18 سال منچستر تو 21 مسابقه 17 گل به ثمر رسوند و باعث شد قهرمان پریمیر لیگ زیر 18 سال بشن. بعد از اون خیلی زود به تیم اصلی رسید و مورینیو تو یه مسابقه لیگ قهرمانان مقابل والنسیا اسمش رو برای اولین بار تو ترکیب اصلی گذاشت. چند مدت بعد تو تور آمریکا که برای تیم گذاشتن اونم تو ترکیب بود و اونجا اولین قرارداد حرفه‌ایش رو امضا کرد. اولین مسابقه رسمیش تو دور حذفی لیگ قهرمانان و مقابل پی اس جی بود که تونستن با کامبک 3-1 این تیم رو شکست بدن و به مرحله بعد صعود کنن. اون سال گرین‌وود هنوز تو دبیرستان بود و با یه دختر به اسم هریت رابسون وارد رابطه شد. بعد از اون دوران گرین‌وود به یکی از باکیفیت‌ترین بازیکن‌های دنیای فوتبال تبدیل شد. تو 50 بازی که برای منچستر یونایتد انجام داد و تو دورانی که کرونا هم اوج گرفته بود 19 گل برای شیاطین سرخ به ثمر رسوند و به نظر می رسید پدیده جدید انگلیسه، اما اوضاع اونطوری که می خواست پیش نرفت. میسن و هریت زمانی که هنوز پاندمیک وجود نداشت به هم زدن. به نظر می رسید تصمیم از جانب هر دو نفر بود و هیچ کدومشون هم هیچ مشکلی با این قضیه نداشتن، اما بعد یهو سر و کله یکی از دوستاشون پیدا شد و گفت اونا مشکلات زیادی داشتن و رابطهشون اصلا رابطه خوبی نبود. تو سپتامبر 2020 درست بعد از اینکه فصل جدید شروع شد، تیم ملی انگلیس برای مسابقات جام ملت‌ها به ایسلند رفت و انتظارات زیادی از فیل فودن و میسن گرین‌وود می‌رفت، چون همه اونها رو پدیده‌های جدید فوتبال انگلیس می‌دونستان و می‌بایست اولین بازی ملیشون رو انجام می‌دادن. تو بازی اول فیل فودن جز 11 نفر فیکس انگلیسی‌ها بود، ولی گرین‌وود تو اواخر بازی به جای استرلینگ به میدون رفت. بازی زیاد جذابی نبود، ولی طرفدارای انگلیس میتونستن ستاره‌های آینده‌شون رو تو لباس سفید انگلیس ببینن. دو شب بعد از اولین بازی، گرین‌وود یه گند بزرگ بالا آورد. در حالی که همراه تیمشون تو هتل در حال استراحت بودن، میسن با مدل ایسلندی نادیا گوناسداستیر قرار میذاره. از اونجایی که به خاطر کرونا نمیتونست هتل رو ترک کنه، بدترین تصمیم ممکن رو گرفت و اونو به هتلش آورد. وقتی دختره اومد، گرین‌وود بهش گفت یکی از دوستاشم بیاره تا فودن هم بهشون ملحق بشه. و اینطوری شد که دختره یکی از دوستاشم آورد. تو بعضی از ویدیوها میبینیم فیل فودن حتی از این موضوع خبر هم نداره و میپرسه اینا چرا تو هتلن؟ گرین‌وود جواب میده خودت چی فکر میکنی؟ بعد از اون به کارشون ادامه دادن. دختره هم اومدن و کلی از قوانینی که باید رعایت میکردن رو زیر پا گذاشتن. ساعت 3 صبح شد و مثل اینکه لو رفتن، گرت ساسگیت هر دوشون رو از تیم ملی اخراج کرد. بعد از این اتفاق گرین‌وود هیچ وقت به تیم ملی دعوت نشد، در حالی که فودن بعد از 2 ماه تونست دوباره به اردوی تیم ملی برگرده، که این سوال رو به وجود میاره که کادر تیم ملی دیگه چیا میدونستن. دولجیر مربی وقت منچستر یونایتد واکنش خاصی به این موضوع نشون نداد و این حرف رو زد: یه مشکلی وجود داشت که حلش کردیم. شک ها بیشتر شدن و این فقط شروع یه داستان بزرگتر برای میسن گرین‌وود بود. اون نصیحت خیلی از دوروبریاش که بهش گفته بودن بعد از کنار گذاشتن هریت افت کرد و قبول کرد و دوباره به اون رابطه برگشت. وقتی این اتفاق افتاد تو ماه مارس سال بعد،
8 گل و 1 پاس گل تو 11 مسابقه به ثمر رسوند که برای یونایتدیا خبر امیدوارکننده‌ای بود و حتی به فینال لیگ اروپا هم رسیدن، هرچند تو ضربات پنالتی آخرش اون مسابقه رو واگذار کردن. اصل بعد برای منچستر یونایتد با نقل و انتقالات پرسر و صدا شروع شد. رونالدو، واران و جیدن سانچو به این تیم اومدن و گرین‌وود هم با 3 گلی که تو 3 مسابقه اول به ثمر رسوند انتظارات رو نسبت به خودش خیلی بالا برد، اما تو 21 مسابقه بعد اون فقط 3 گل دیگه به ثمر رسوند و اونجا بود که خیلی‌ها میگفتن یه اتفاقی افتاد و فقط بحث یه دعوای کوچیک با مربیش نبود. تو 30 ژانویه 2022 همه فهمیدن اون اتفاق چی بود. اون روز هریت رابسون چندین استوری تو اینستاگرام پست کرد که دست و بالش پر از زخم و کبودی بودن و زیرش نوشت: برای همه اونایی که میخوان بدونن میسن گرین‌وود چه بلایی سرم آورد. که این متن نشون میداد ستاره جوان منچستر یونایتد ازش سوء استفاده کرد. تو وایسی که ازشون بیرون اومد خیلی واضح بود که گرین‌وود به زور با هریت وارد رابطه شد و وقتی این وایس تو اینترنت پخش شد و همه جا وایرال شده بود، همه تو شوک بودن که چطور ستاره جوان مورد علاقهشون همچین کاریو کرد. چند ساعت بعد از پخش این ویدیو، رسانه‌های منچستر یونایتد گفتن از این کلیپ خبر داشتن و بعد از اون هم تو یه مصاحبه دیگه گرین‌وود رو از تیم کنار گذاشتن. بعد از اون داستان پدر هریت اومد و گفت دخترش هیچ وقت نمیخواست اون فایل رو منتشر کنه و موبایلش هک شد و یه نفر دیگه این کار رو کرد، که این حرفش واقعا عجیب بود. چرا یه پدر باید در مورد سوء استفاده یه سلیبریتی از دخترش همچین حرفی رو بزنه؟ به جای اینکه سعی کنه به دخترش دلگرمی بده و بهش بفهمونه تو امنیت کامله، اون از شخصیت میسن گرین‌وود دفاع کرد و گفت اون مثل خانوادهمون بود و خیلی وقت میشناسمش. روز بعد از این اتفاق پلیس منچستر رفت و گرین‌وود رو به خاطر این اتهام دستگیر کرد. کار به اونجا ختم نشد و حتی اوضاع بدتر هم شد و اونو برای تجاوز جنسی و تهدید به مرگ مورد بازجویی قرار دادن. تو اول فوریه 2022 باشگاه منچستر یونایتد بیانیه‌ای صادر کرد که باعث نگرانی خیلی از طرفداراش شد. تو اون بیانیه گفت گرین‌وود کاملا از حضور تو تمرینات، مسابقات و کمپین‌های تبلیغاتی منع میشه. روز بعد میسن گرین‌وود از زندان آزاد شد، اما باید چند روز بعد تو دادگاهی که داشت حاضر میشد. از اون موقع تا حالا یه جورایی همه خبرها و شرکت‌های بزرگ به مجازات این بازیکن جوان پرداختن. تو همه رسانه‌های بزرگ منچستر یونایتد عکسش رو حذف کرد. هم فیفا و هم بازی‌های دیگه اونو کنار گذاشتن. شرکت نایک هم بدون پرداخت کوچکترین غرامتی قراردادش رو باهاش لغو کرد. از اون به بعد دیگه خبری ازش نشد. اینم از سرگذشت گرین‌وود. به نظرتون مجازاتی که براش در نظر گرفتن یه خورده زیادی نبود؟ اگه تو دنیای فوتبال میموند و بازی میکرد اتفاق قشنگتری نبود؟ نظرتون رو بهمون بگین. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو با همون بودین. منتظر ویدیوهای بعدیمون باشین.